This is a Bygone Media podcast. ولیعصر عجل ایستگاه بعد راه آهد. آقای قطب‌زاده را یک دفعه فرستادیم برای لیبی. دست امامو همیشه بوسیدم و همیشه میبوسم. منزل محل بسیار مناسبی برای انسجام. گفتم آقای خمینی گفتن که صادق مستحق اعدام نیست. گفتن کی گفته اعدام؟ رگ ما خون روسی جریان داره. گلولاشون اپرای روسی بود. تلفنی که چون هفتگی بود که اونوی داشتم اصلا شادی در پوستش نمیدونجید. به درگاه خداوند متعال استغفار میکنم. The Ayatollah has no spokesman. That's not exactly true. سخنگوی آیت الله، مروری بر زندگی صادق قطب‌زاده. سلام، من محمود عزیمایی هستم، اینجا تورنتوست و شما به اپیزود 14 از فصل دوم پادکست رادیو دست‌نوشته‌ها با عنوان سخنگوی آیت الله گوش می‌دهید. عنوان این اپیزود رادیو بغداد است. اینجا بغداد است، صدای جمهوری عراق. این صدای مجاهدین خلق ایران است. شاهزاده رضا پهلوی اولین گفتگوی تلویزیونی سال 1401 و بعد از مدت‌ها در تلویزیون مناطق. با سلام و وقت بخیر، سیما ثابت هستم در این بخش خبری از تلویزیون ایران اینترنشنال. همراه ایندیپندنت در لندن است با بیش از 30 سال سابقه درخشان در استفاده اپوزیسیون از امکانات رسانه‌ای کشورهای خارجی. سابقه بسیار درازتری از نمونه‌های امروزی آنها مثل تلویزیون‌های مناطو و ایران اینترنشنال و یا ایندیپندنت فارسی دارد. در اپیزود 3 این فصل شنیدید که شاخه سماع نهضت آزادی که افرادی چون ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده، مصطفی چمران و دیگران آن را تأسیس کردند، برای دریافت آموزش‌های نظامی و امنیتی در دوران جمال عبدالناصر پایشان به مصر باز شد. در آن اپیزود از قول ابراهیم یزدی شنیدید که در آخرین سالی که این گروه در مصر بود، یعنی 1966، روابط این گروه با مصر رو به تیرگی گذاشت که دلایل آن را یزدی اینگونه شرح داده بود. مصری‌ها اصرار داشتند که سازمان برنامه تبلیغات رادیویی به زبان فارسی علیه شاه را آغاز کند، اما سازمان آن را زودرس می‌دانست. از طرفی از منابع دیگر مطلع شده بودند که مصری‌ها می‌خواهند روابط دیپلماتیک خود با ایران را مجدداً برقرار کنند و با شروع تبلیغات رادیویی علیه شاه می‌خواهند از ایران امتیاز بگیرند و سما را وجه المصالحه قرار بدهند. همینطور به تبلیغاتی دامن می‌زدند که ایرانیان مهاجر در شیخ نشین‌های خلیج فارس قصد دارند با تغییر در ترکیب جمعیت این مناطق را ایرانی و تصاحب کنند و ایرانی‌ها را اسرائیلیان خلیج می‌خواندند. دلیل سوم ابراهیم یزدی را محمد توسلی هم در مصاحبه ای گفته بود. مصری‌ها از دوستان ما انتظاری داشتند که در راستای منافع ملی ما نبود. اونا انتظار داشتند که دوستان ما در صوت العرب باشند و بحث خلیج عربی رو جا بندازند که این در راستای منافع ملی ما نبود. موسی موسوی اصفهانی هم در گفتگو با تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد این ماجرا را توضیح داده است. عبدالناصر حاضر بود که آزادی خواهانی که در اروپا هستند اونها رو در قاهره جمع بکنه و به اونها رادیوی ایران آزادی بده که از اون رادیو با مردم ایران صحبت کنن. به همین منظور من به اروپا سفر کردم، با ابوالحسن بنی صد که اون وقت در پاریس بود صحبت کردم. او حاضر شد که با یه عده‌ای از همکاران خودش در اون وقت بیاد به قاهره و
تشکیلات رادیوی ایران آزاد قاهره رو در زیر نظر بگیره، مشروط به اینکه عبدالناصر از خوزستان به عنوان خوزستان عربی صحبت نکنه. این شرط ابوالحسن و تمام یارانی بود که در پاریس ما ملاقاتشون کردیم. در این حال با آقای ناصرخان قشقایی که در اون وقت در پاریس بود صحبت کردم، اون هم حاضر شد که بیاد به قاهره و یک جناح نظامی برای تشکیلات ایران آزاد قرار بده. بعد که من به قاهره برگشتم در همون سال و با عبدالناصر صحبت کردم، عبدالناصر موافقت نکرد، برای اینکه معتقد بود که او لیدر جهان عرب است و خوزستان عربی یکی از وظایف اصلی رسالت او رو تشکیل میده و نمیتوانه از این صرف نظر بکنه. ایها العرب فی جمیع انحاء العالم، هذا صوت العرب الناطق بلسانكم المكافح من اجلكم المعبر عن وحدتكم نوافيكم به من قلب الأمة العربية المجيدة من القاهرة. بنی صدر هم در مصاحبه با تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد به این پیشنهاد جمال عبدالناصر و شرایط او اشاره کرده است. یک ایرانی در اونجا بود کار میکرد در رادیو مصر، مثلا متصدی و بخش فارسیش بود. اینو فرستادن در خارجه، از جمله آمد با ما صحبت کرد که بیاییم. اون یه شرایط هم داشت که برای استفاده از رادیو بغداد، رادیو مصر بود. اون شرایط هم ما نپذیرفتیم، اصلا بدون اون شرایط هم حاضر نبودیم. شرایطش این بود که کنترل کنن برنامه های ما رو، حرفایی که میزنیم، و کاملا تابع دستگاه اداری رژیم مصر باشیم و در امور سیاست بین‌المللی نظرات دولت رعایت کنیم و از این قبیل مطالب. و خب ما برای اون حرف خنده‌دار بود که وای قرار باشه انسان اینجور خود رو تابع بکنه، که خب علاوه تابع امریکا شده بود دیگه، ما چه دایی داشتیم با او بستیزیم و خود به تبعیت یه دولت دیگه، بنابراین بی‌معنی بود. لیبی هم به مخالفان شاه پیشنهاد راه اندازی رادیوی فارسی داده بود. وقتی در مصر، در لیبی کودتا شد و این رژیم ادعا کرد که اسلامی است، البته امیدهای جدیدی برای مسلمان جماعت پیدا شد که مثلا بلکه از لیبی استفاده کنند. خب خیلی فشار بود که مثلا تماس گرفته بشود و از امکانات دولت لیبی استفاده کنند. در تیر ماه 1347 با کودتای حسن البکر، حزب بعث در عراق به قدرت رسید. مناسبات رژیم شاهنشاهی ایران با رژیم بعث عراق به سرعت تیره شد و جنگ رادیویی بین دو کشور آغاز شد. هر دو کشور از امواج رادیو برای تبلیغات علیه یکدیگر استفاده می‌کردند. ایران به حمایت از کردهای ناراضی عراق برآمد و امکانات فراوانی در اختیار مصطفی بارزانی گذاشت و بغداد هم چندین ساعت برنامه رادیویی روزانه در اختیار گروه‌های مختلف ایرانی قرار داد. همه برنامه‌های بخش فارسی رادیو بغداد زیر نظر مأموری امنیتی به نام عبدالامیر قاسم اداره می‌شدند. تقریباً به همه گروه‌ها سهمی از این برنامه رادیویی داده شده بود. این دوران همزمان بود با اقامت تیمسار تیمور بختیار، مؤسس ساواک، که بعد از اختلاف با شاه در عراق پناه گرفته بود. بختیار برنامه رادیویی جبهه آزادی بخش ایران را اداره می‌کرد. علی نقی منزوی، پسر بزرگ شیخ آقا بزرگ تهرانی، مسئول برنامه رادیویی حزب توده بود. حسن ماسالی برنامه رادیویی از طرف جبهه ملی دوم و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا داشت. از آن طرف محمود پناهیان از بازماندگان پیشه‌وری و حزب دموکرات برای جدایی طلبان آذربایجان برنامه پخش می‌کرد. موسی موسوی اصفهانی هم برنامه جمهوری خواهان ایران را اداره می‌کرد. از زبان خود دکتر موسی بشنوید. چون حکومت‌های عراق در اون وقت با ایران روابط حسنه‌ای داشتن، زیاد نمی‌توانستیم اظهار وجود بکنیم. بعد که حکومت بعد سر کار آمد و روابطشون با ایران و با شاه به هم خورد، البته ما توانستیم فعالیت زیادتری داشته باشیم و مخصوصا من مدت 2 سال از رادیوی بغداد تحت عنوان جمهوری خواهان ایرانی چی میخواهند و چی میگویند
سخنرانی میکردم، شاید در 50 سخنرانی در اطراف این موضوع من در عرض در سالهای 69 70 71 از رادیو بغداد داشتم، که البته بعد که روابط عراق و ایران دوباره خوب شد و قرارداد الجزایر آمد که ما دیگه نتونستیم دوباره در رادیوی بغداد صحبت بکنیم، چون اینها جز شرایط با رژیم شاه بود. قطب‌زاده بخشی از یادداشت‌های نجفش را به رادیو فارسی بغداد اختصاص داده است. رادیو بغداد برای مدت‌ها در دست دستجات مختلف بوده است. یعنی هر دار و دسته‌ای که حرفی داشته در رادیو می‌گفته است. توده‌ای‌ها قدری حرفای حساب خود را می‌زدند و مقداری هم تبلیغ مرام خود را می‌کردند. سرپرست آنها همان عربشاهی معروف بوده است. عربشاهی عمامه نیز به سر می‌گذارد و در نجف هم مدتی بوده است و از کم و کیف کار آخوندها مطلع است و به تنها چیزی که اعتقاد ندارد همان مذهب است. حال چگونه در حزب ملل اسلامی به راه انقلاب اسلامی می رفته است خود بحثی است جداگانه که بماند. دسته دیگر از توده‌ای‌ها هم در آنجا سهمی داشته و کارهایی می کردند و تبلیغ کار خود را. موسی اصفهانی به عنوان حزب جمهوری خواه و به قول آقایان به عنوان رئیس جمهور سخن پراکنی می فرمودند. می گویند در اوایل کار که قدری مطلب داشت و چیزهایی که می دانست فاش می کرد بد نبود و شنیدنی. ولی از آن وقت که چند تاش خالی شده است، جز مهمل و مزخرف چیزی نمیگوید. قاعدتاً با شناختی که از موسی داریم جز این نمیتواند بود. دسته دیگر خود بختیار است که به عنوان جنبش آزادی بخش ملی تبلیغ میکند و گهگاهی حرفهایی میزند، ولی گویند هنوز اسرار کودتای 28 مرداد را فاش نکرده است. موسی موسوی اصفهانی در گفتگویش با تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد مدعی شده است که خمینی برنامه‌های رادیویی او را گوش می‌کرد. اون برنامه من را از رادیو همیشه گوش میداد، حتی دستور داده بود که براش تیپ چیز کنن، برای چون اون ساعتی که برنامه من پخش میشد خودش میرفت به حرم نماز، دستور داده بود که براش چیز کنن که بشنوه، پر کنن یعنی نوار بگیرن ازش که بشنوه. رادیو میهن پرستان هم از بخش فارسی رادیو بغداد پخش میشد. مهدی خانبابا تهرانی از اعضای سابق حزب توده و از بنیانگذاران جبهه دموکراتیک ملی که خودش هم در سال 1964 میلادی برای سر و سامان دادن به بخش فارسی رادیو پکن عازم چین شده بود، جزئیات خوبی درباره رادیو میهن پرستان به تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد داده است. رادیو میهن پرستان یه رادیوی به اصطلاح جمعی بود که چیریکا توش بودن و جبهه ملی خاورمیانه بود، ماتریال‌های کنفدراسیون هم می‌خوندن. البته یه مجمعی بود اون موقع در بغداد که این آدم هایی که برای دست میارم اونجا جمع بودن. عبدالرحمن قاسملو بود که اینجا پاریس بود، اونجا هم بود با من در تماس بود، حسن ماسادی بود و خسرو پارسا بود و اصل حضورتون کامیز روستا بود و چند تا بچه های دیگه بودن و از چیریکای فدای خلق بودن 3-4 نفر. بعد هم بین مجاهدین انشاب شد این پیکار بعد که استون پیکار بعدها گذاشتن، پیکار اول مجاهدین بودن، همین روحانی و ترابخشناس و اینا آمدن بیرون که اینها معامله شون نشد با اینا، یه دوره ای رفتن دعواشون شد که این رو در واقع عمدتاً بچه های خاورمیانه و چیریکا اداره میکردن. آیت الله خمینی 3 سال قبل از کودتای حزب بعث وارد عراق شده بود. با بروی کار آمدن حزب بعث و برقراری برنامه‌های رادیویی فارسی ضد حکومت شاهنشاهی، او هم سهمی از این برنامه‌ها به دست آورد. از محسن کدیور بشنوید که روی این موضوع مطالعات مفصلی کرده است. آقای خمینی که 3 سال قبل از کودتای بعثی وارد عراق شده بود، با فصل تازه منازعات ایران و عراق صاحب یک برنامه رادیویی شد و به مدت حدود 7 سال که حالا دقیقاً میگم کی تموم میشه، محمود دعایی که متولد 1120 و متوفای ماه قبل 1401 هست، تحت نظارت کامل سید مصطفی خمینی فرزند ارشد آقای خمینی، برنامه روزانه در معرفی آراء روحانیت مبارز در رادیو فارسی عراق اجرا میکنه. مدت این برنامه در 4 سال نخست روزی حدود 20 دقیقه بوده و با عنوان برنامه نهضت روحانیت در ایران پخش میشده. این برنامه یکی از برنامه‌هایی بوده که وزارت استخبارات، یعنی وزارت اطلاعات به اصطلاح، استخبارات رژیم بعثی عراق به مخالفان رژیم شاهنشاهی ایران اختصاص داده بود.
این محمود دایی که الان نماینده است و رئیس اطلاعات، مصطفی رو گذاشت که رئیس برنامه نهضت روحانیت خمینی بشه در رادیو فارسی بغداد و رادیو نهضت روحانیت اداره میکرد و حرفای خمینی رو میخوند. محمود دعایی هوادار و سمپات سازمان مجاهدین بود که به استناد کتاب خاطراتش رسماً به عضویت رسمی این سازمان هم در میآید و همه پسنداز نقدی خود و یک سوم سهمش از پول فروش خانه پدریش در یزد را هم به سازمان میبخشد. حتی گفته میشود سعید محسن از رهبران سازمان مجاهدین خلق وقتی این موضوع را میشنود گریه میکند و میگوید ما لایق این پولها نیستیم و این مسئولیت ما را سنگین تر میکند. دعایی هیچ وقت نتوانسته بود خمینی را راضی کند که پیامی به دفاع از این سازمان منتشر کند. در کتاب خاطراتش گفته که حتی یک بار سر این موضوع 3 ماه با خمینی قهر کرده بود است. حتی هنگامی که بدن بدیع‌زادگان را در زیر شکنجه اتو کشیده بودند، نخاع او را سوزانده بودند و شهید کرده بودند و برای مبارزین آن زمان دوره بسیار وحشتناکی پیش آمده بود، سازمان از من خواست تا نزد امام بروم و نامه یا حکمی در محکوم کردن جنایت‌های رژیم علیه این گروه بگیرم. یک شب نزد امام رفتم و حدود 1 ساعت با شور و هیجان صحبت کردم و در نهایت بغض گلویم را گرفت و 5 دقیقه با صدای بلند گریه کردم و نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. سپس از امام درخواست کردم تفقدی کند. گفتم شما را عنصری مسئولیت پذیر می دانیم. الان جوانهای ما را به جرم مسلمان بودن و فعالیت مذهبی کردن به این نفع شکنجه می کنند و می کشند و شما حاضر نیستید سخنی بگویید؟ امام فرمودند من به اسم حاضر نیستم از هیچ کس نام ببرم و به طور کلی شکنجه ها و بیدادگری های رژیم شاه را محکوم می کنم. وقتی من این روحیه و این مقاومت آهنین امام را دیدم بریدم و 2 تا 3 ماه قهر کردم. حتی آن مرحمتی را که ماهانه می دادند نگرفتم. البته بعد از 3 ماه خدمتشان رفتم و عذرخواهی کردم و امام هم با بزرگواری پذیرفتند. تا اینکه خودم در درون سازمان به این نتیجه رسیدم که اینها نسبت به مسائل و مبانی مذهبی آن پایبندی و اعتقاد اولیه را که ابراز می کردند ندارند. در نتیجه از سازمان بریدم و اعلام کردم و رسماً به آنها گفتم که من عضو نیستم، عضویتم را رسماً پس گرفتم و دیگر هم عضو سازمان نشدم. مدتی ساواک در تعقیب محمود دعایی بوده و برای همین تصمیم به مهاجرت به عراق می‌گیرد. دعایی در گفتگویش که با برنامه اینترنتی پیاده راه داشته بدون اشاره به سازمان مجاهدین گفته ساواک از طریق او به دنبال کشف شبکه بوده است. و وقتی که از ایران هجرت کردم به عراق، ساواک به شدت دنبال من بود. برای کشف محل فرار من به قول خودشون و ارتباطاتی که با من امکان داره برقرار بشه، مادر من رو تحت فشار قرار دادن. حتی معروف بود اون چهره معروف بازوی ساواک، یک ماه رفته بود کرمان نزدیکی منزل ما، جایی گرفته بود و شبها میرفت پشت بام خونه ما که مادرم اونجا سکونت داشت، میکروفون منداخت که ارتباطات مادرم رو آماده رفتها اینا رو ضبط کنه که رد از ما پیدا کنن، چون دنبال شبکه بودند. دعایی در همین مصاحبه اشاره میکند که مصطفی خمینی ایده برنامه رادیویی روحانیت مبارز را به او میدهد. اولا من خیلی بهشون ارادت داشتم و ایشون هم خیلی به من لطف داشت. در بهره‌گیری از موج رادیویی در عراق ایشون پیشنهاد داد، یعنی در واقع من امر ایشون اطاعت کردم. افتتاح رادیو عراق و صدای روحانیت مبارز ایران که موج مستقلی شد بعد. او در کتاب خاطرات خودش مفصل تر به این موضوع پرداخته است. بعد از گذراندن این دوره، خاموشی یعنی سید مرتضی به عنوان نماینده دائم سازمان در عراق وارد بغداد شد و در آنجا اقامت کرد. مسئولیت خانه‌های تیمی را به دست گرفت و ضمناً گوینده رادیو میهن پرستان و رادیو سروش شد.
رادیو میهن پرستان رادیویی بود که اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های سیاسی پخش می‌کرد و رادیو سروش رادیویی بود که صرفاً به بیان مطالب تئوریک و آموزش‌های رزمی و چریکی اختصاص داشت. یک روز حاج آقا مصطفی به من گفت که عراقی‌ها پیشنهاد دادند که ما هم از امکانات رادیویی آنها بهره برداری کنیم و اینکه آیا شما آمادگی دارید که این کار را بکنید و اصلاً آیا مصلحت می‌دانید؟ گفتم امکان فوق‌العاده ای است که آدم بتواند هر روز 15 تا 20 دقیقه با مردم وطنش در تماس باشد و حرف بزند. اما ریسک است و سخن از رادیوی بغداد و رژیم بعث عراق در میان است. ما باید با خود آقا مشورت کنیم و با اجازه ایشان کار کنیم، چون ممکن است تبعات کار متوجه ایشان هم بشود. حاج آقا مصطفی گفت استدلال خوبی است، اما به هر حال این کار یک حرکت ریسک‌گونه است، یعنی نمی‌دانیم که سرانجامش چه خواهد شد، ممکن است تبعات منفی داشته باشد. اگر ما بخواهیم از امام بپرسیم، وقتی ایشان را در جریان گذاشته باشیم، در صورت موافقت امام آنچه که پیش بیاید دامن ایشان را خواهد گرفت. اما اگر ایشان در حقیقت هیچ اطلاعی نداشته باشند و ما از پیش خودمان این کار را کرده باشیم، چنانچه موفق بود، ایشان در آینده آن را تایید خواهند کرد و در مسیر اهداف ایشان خواهد بود. اگر هم موفق نبود، ایشان بینهو و بین الله حجت دارند که اصلا روحشان خبر ندارد و از تبعات این جریان مصون میماند. از محسن کدیور بشنوید که جزئیات بیشتری در مورد این برنامه‌های رادیویی نهضت روحانیت ارائه می‌دهد. همه اینها بهش روی سهمی داده شده بود و همه این گروه‌ها پشت سر هم در اون 2 ساعت برنامه خودشون رو اجرا می‌کردن. زمان این پخش برنامه‌ها، پخش این برنامه‌ها شب بود به ساعت ایران. تمام این برنامه‌ها یک نوبت هم در روز بعد باز پخش می‌شد. تیمور بختیار خیز برمی‌داره که همه این مخالفین رو زیر چتر خودش در بیاره، زیر چتر جبهه آزادی بخش خودش، و اون 2 ساعت رو به خودش اختصاص میده و که دیگرون بیاد از اون اجازه بگیرن. آقای خمینی نمیپذیره و برنامه تعطیل میشه، برنامه آقای دعایی در اون رادیو تعطیل میشه. هم آقای خمینی هم برخی از افراد دیگه نمیپذیرن. ظاهرا نیمه دوم بهار 1149 این برنامه مدت تعطیل میشه، برنامه متعلق به آقای دعایی. با توجه به نقل ایشون، با توجه به استقبال شنوندگان ایرانی از بخش‌های متنوع بخش فارسی و رادیو بغداد، این برنامه گسترش پیدا کرد و موج مستقلی به پیروان آقای خمینی اختصاص داده شد که روزانه به مدت 40 دقیقه با یک عنوان جدید، صدای روحانیت مبارز ایران، بازم با اجرای آقای محمود دعایی پخش می شد. این توسعه علاوه بر اون گروه های قبلی که ذکر کردم، گروه های جدیدی رو هم در بر می گرفت. چریک های فدای خلق، سازمان مجاهدین خلق و ماویستا. هر کدوم یک موج مستقل رادیویی بهشون داده شده بود و مثلا مال مجاهدین خلق اسمش بود رادیو مجاهد و رادیو سروش که برنامه تئوریک مبارزاتی پخش میکرد. دوران پخش برنامه جدید از طول موج مستقل در رادیو بغداد 2 تا 3 سال بود، حوالی سال 52 تا سال 54. در طول فعالیت 7 ساله دعایی در رادیو بغداد، روحانیون مبارز نجف و نیز گروهی از روحانیون مبارز قم در تهیه مطالب به دعایی کمک میکردند که مهمترین دستیار دعایی محمد منتظری بوده. هر دو برنامه نهضت روحانیون در ایران و صدای روحانیت مبارز ایران بر اساس اطلاعات من مورد رضایت آقای خمینی بوده. محور این دو برنامه عبارت بوده از گزارش‌ها و اخبار مبارزات داخل و خارج کشور، تاریخ مبارزات از 15 خرداد 1342، نقل اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها و سخنرانی‌های مبارزاتی، زندگی نامه مبارزان شهید و بالاخره درس‌های حکومت اسلامی یا ولایت فقیه و سخنرانی‌های آقای خمینی، علل خصوص سخنرانی‌های ایشون علیه تاجگذاری و جشن‌های 2500 ساله. بنی صدر به تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد گفته بود که دعایی ماهی 50 دینار از دولت عراق برای اجرای این برنامه می گرفته است.
همین آقای دعایی ماهی 50 دینار عراقی هم میگرفت از دولت عراق و در اون رادیو برنامه اجرا میکرد. خیلی دیگر هم میکرد. خودزاده در یادداشت‌هایش از طلبه جوانی به نام سید حمزه نام میبرد که گوینده برنامه نهضت روحانیت در رادیو فارسی بغداد بوده است. سید حمزه جوانی صمیمی و فعال که کار رادیو را هم او میکند. یعنی در پشت بوق بغداد داد و فریاد میکند که انشالله مفید فایده باشد. خودزاده در جای دیگری مینویسد دسته دیگر هم این سید حمزه است که برنامه روحانیت را اجرا میکند و حرفایش را از پشت رادیو میزند. ما بین این برنامه ها موزیک و صفحه های ایرانی مرزیه و دلکش و غیر است. سید حمزه معتقد است که موزیک او مارش جنگی است و مال بقیه ترانه است. عجیب اینجاست که سید محمود دعایی در هیچ کدام از خاطرات و مصاحبه هایش از دورانی که گوینده این رادیو بوده از چنین شخصی اسم نمی برد. هیچ یک از افراد دیگر نزدیک به آیت الله خمینی هم که در آن زمان در نجف بودند از سید حمزه نامی نبردند. خودزاده هم در یادداشت‌هایش نامی از سید محمود دعایی نمی‌برد. از محسن کدیور پرسیدم آیا در تحقیقاتش به نام طلبه جوانی به نام سید حمزه که او هم مجری این برنامه رادیویی بوده باشد برخورد کرده است؟ کدیور معتقد است سید حمزه باید نام مستعار محمود دعایی باشد. دقیقاً خود سید محمود دعایی بدون تردید. یعنی اسم مستعار اون باید باشه، چون هم جوانه هم کاملاً زیر نظر سید مصطفی خمینی کار می‌کنه، هم صدای آقای خمینی در رادیو بغداد فقط آقای دعایی بوده. از طرفی موسوی موسوی به تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد گفته است که در مقطعی رابطه مصطفی خمینی با دعایی خراب می شود. یکی از افرادی که اون ایام باز مورد غضب آن مصطفی قرار گرفته بود محمود دعایی بود. در اون ایام یه مردی به نام جنرال پناهیان که وزیر جنگ پیشوری بود، در زمانی که پیشوری آذربایجان رو اشغال کرده بود و اینها پناهنده به روسیه بودن و از آژانس روس‌ها بود، این آمد به بغداد پناهنده شد. این هم تشکیلاتی داشت. خبر به مصطفی رسید که محمود دعایی با این محمود پناهیان آژان شوروی و کمونیست همکاری میکنه، لذا محمود دعایی رو بیرون کرد از نهضت روحانیت رادیو و از خانه پدر طردش کرد. این شد که مصطفی رو بیرون کرد. البته بعد این آمد به مصطفی تقاضای ملاقات میکرد و خونه خمینی هم که راهش رو میدادن محمود رو. مشخص نیست که آیا این قطع رابطه دعایی با مصطفی خمینی به دلیلی است که موسی موسوی میگوید یا همان قهر دو سه ماهه دعایی با خمینی بر سر حمایت از سازمان مجاهدین خلق که خودش در خاطراتش گفته. اما از طرفی محمد حسین شریعتی اردستانی معروف به شیخ الشریعه که از اعضای دفتر آیت الله خمینی در عراق و ایران بود، در گفتگویی گفته است که وقتی در مقطعی دعایی قبول نکرده که برنامه رادیوییش زیر چتر برنامه تیمور بختیار برود، موسی موسوی از طریق شیخ الشریعه به دعایی پیغام می‌دهد که اگر آقای دعایی برای اجرای برنامه به رادیو نیاید، او را با تپانچه از عراق بیرون می‌کنیم. خودزاده مشابه همین روایت را در یادداشت‌هایش دارد، اما به جای دعایی خطابش به سید حمزه است و این احتمال اینکه سید حمزه همان محمود دعایی باشد را قوی‌تر می‌کند. موسی حرامزاده نیز چند روز قبل به منزل سید حمزه رفته و یک چند خطی نوشته که اگر تا فردا ساعت 12 سر کار خودت برنگردی، با دستبند از عراق اخراج خواهی شد. تو به من و اسلام و ملت ایران از پشت خنجر زده ای. البته من به سید حمزه گفتم نگران نباش، موسی گوه زیادی می‌خورد. مهدی خانبابا تهرانی علاوه بر محمود دعایی و محمد منتظری، از مهدی کروبی هم به عنوان کسی که در اداره رادیو نهضت روحانیت نقش داشته نام می‌برد. یه رادیوی هم برخی یادتون باشه به عنوان روحانیت مبارز که این رادیو رو همین محمود دعایی که الان مدیر اطلاعات همه کار تبلیغات رژیمه و این مهدی کروبی که الان بنیاد شهیده که اینا تا تأثیر تودیان بودن اونجا. از تودیان میگم که اونجا بودن تا تأثیر اونا بودن. بعد
محمد منتظری و اینا اونجا پرسه می‌زدن. جالب اینجاست که برخلاف آیت الله خمینی و اطرافیانش، افرادی مثل ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب‌زاده با استفاده از امکانات کشورهای بیگانه در راه اهداف انقلاب به هر قیمتی موافق نبودند. بنی صدر به تاریخ شفاهی هاروارد گفته بود صدای بیگانه صدای بیگانه است. هر انقلابی رو مردم یک کشور خودشون باید انجام بدن، یا هر تحولی رو. از خارج، استفاده از خارج برای تغییر داخلی، این همیشه نتایج معکوس داشته. وقتی که من به عراق رفتم، مصطفی به من گفت که اینایی که دارن رادیو بغداد رو اداره میکنن حرف ندارن برای زدن، حالا داشتن یا نداشتن به عهده خودشون. این رادیو برنامه اجرا میکردن، همه از اونجا حرف میزدن. گفت عراقی ها گفتن حاضرن روزی 4 ساعت این رادیو به دستیار شما بگذارن، و من گفتم نه تنها این کار قبول نمی کنم، بلکه اونایی هم که رفتن از من میشنون باید بل کنن اون رادیو رو. بنگ صدای بیگانه صدای بیگانه است. من خودم در ایران میشنیدم این رادیوهای بیگانه، خوشم هم میامد، ناسزا میگفتن، خب یه تشفی خاطر بود. اما بابت شعارها و حرفای اونا من حاضر نبودم یک قدم بردارم. مبارزه رفتن به دعوت عروسی نیست که کی کی رو شناخت نشناخت، اهمیت داشته باشه نداشته باشه. مبارزه قبول خطره. انسان به شعاری که از بیرون میاد از یک فرستنده بیگانه خطر قبول نمیکنه. و اگر کرد اون ملت نمیتوانه استقلال خودش حفظ کنه در این دنیای پرآشوبی که ما هستیم. حرفای قشنگ خیلی میزنن، اما انسان باید از ببینه کیست که میزنند وقتی میخواد عمل کنه. قطب‌زاده هم در بخشی از یادداشت‌هایش با تحلیل و توصیه‌هایی درباره رادیوی فارسی بغداد خطاب به مصطفی خمینی نوشته است با گرفتن کمک از دولتی که چش داشتی ندارد مخالفتی ندارد، اما کمک گرفتن از هر دولتی تحت هر شرایطی را درست نمی‌داند. صرف همکاری و مطالبی را در بوق گذاشتن و خود را غیر مستقیم با افرادی مانند بختیار و موسا و دستجات چپ وابسته کردن کار منطقی و صحیحی نیست. مردم ما باید ما را به عنوان یک عده انسان پایبند اصول بشناسند و راه و رسم ما را تایید کنند. این به معنی آن نیست که من همکاری با یک دولتی را که هیچ گونه چشم داشتی به منافع و مصالح مردم ما نداشته باشد اصولا مردود بدانم، بلکه به معنی آن است که هر کس و یا هر دولتی تحت هر شرایطی و بنابر هر منفعتی که داشت و خواست مقداری امکانات در اختیار ما گذارد، نباید آن را پذیرفت به صرف آن که از خرس یک موی بکنی غنیمت است. و یا بخواهیم گندگویی کنیم و خود خیشتن گنده تربینی که ما با دولتی همکاری میکنیم و یا یک دولت حاضر شده است ما را بپذیرد. سالها بعد از پیروزی انقلاب، عراق یک برنامه رادیویی به شاپور بختیار داده بود که علیه آیت الله خمینی و حکومت انقلابیش برنامه پخش کند. همان زمان خبرنگار بی بی سی فارسی بختیار را به چالش کشیده بود که چرا از دولت عراق که در حال جنگ با ایران بود کمک میگیرد. بنده هر جا وقتی که شما در بی بی سی تون یک دستگاهی به من دادید، همونطور که به دوگل داده بودید برای مبارزه، من مسلما میدونید اونجا رو میبندم و میام خدمت شما. ولی من هدفم بالاست به اینجا. هیچ چیزی که برخلاف منافع ایران باشه از این رادیو در 4 سال گفته نشده و هیچ وقت گفته نخواهد شد. ما حاضریم ببندیم رادیو رو، ولی برخلاف مصالح ملت ایران و اون بیاناتی که الان کردم هیچ وقت انتظار نداشته باشید. دو بختیار از رادیو فارسی بغداد علیه حکومت‌های وقت ایران برنامه داشتند. تیمور بختیار، مؤسس ساواک که با شاه اختلاف پیدا کرد و دشمن شاه شد، و بعد از انقلاب شاپور بختیار. هر دو بختیار هم توسط همان دولت‌های وقت در خارج از ایران ترور شدند. ساواک تیمور بختیار را در عراق به قتل رساند و عوامل جمهوری اسلامی شاپور بختیار را در فرانسه ترور کردند. We'll be right back.
از یادداشت‌های قدساده و همینطور نامه‌هایی که به ابراهیم یزدی و دیگران نوشته مشخص است که دل خوشی از موسی موسوی نداشته است. موسی تقریباً رسماً اداره رادیو را به گفته آقا سید حمزه به عهده می‌گیرد. به نظر من این کار به تحریک آقا مصطفی بوده که با موسی روابط نزدیکی دارد. امید موسی آن بوده که خودش را از یک طرف و آقا سید حمزه را از طرف دیگر و احیاناً بنا به برداشتی که من کردم جبهه دومی‌ها هم از طرف دیگر برنامه رادیو بغداد را هدایت و اداره کنند. باز هم بنا به برداشتی که من داشتم، آقا مصطفی نقشه‌کش اصلی این برنامه بوده. منتها نقشه اصلی به هم خورده است، چون سید حمزه از ترس توده‌ای‌ها که او را متهم به سازش با بختیار و موسی نکنند و از طرف دیگر نظرش نسبت به موسی به علت مذاکراتش با مطهری در مکه به کلی از بد بدتر شده و او را بنا به گفته مطهری ننگ جامعه روحانیت میشناسد. با توجه به این مسائل از رفتن به کار همگام با توده‌ای‌ها خودداری کرده است. این عمل از یک طرف آقا مصطفی را نزد موسی سنگ روی یخ کرده است. از محسن کدیور از تحقیقاتش در مورد شخصیت موسی موسوی پرسیدم. موسی موسوی نوه آقا سید ابوالحسن اصفهانی بوده که به گفته محمود دعایی اون فردی بدنام تو گیومه، این عین عبارت دعایی در موردش، به باور مصطفی خمینی نابغه ای شیطان صفت، یعنی هم به هوشش اشاره میکنه هم به شیطان صفتی. بنا به یافتای تحقیق خودم بین سالهای 31 تا 43 میتونیم بگیم این فرد با تعبیر آقای خمینی روحانی درباری رژیم شاه بوده. یعنی در این فاصله با تحقیقی که شده میتونم بگم که این فرد مطابق موازن آقای خمینی روحانی درباری بود و از 1144 تا 1157 روحانی درباری رژیم بعث عراق بود. بعد این آقا از 59 تا آخر عمرش به سخنرانی و نگارش کتاب علیه شخص آقای خمینی جمهوری اسلامی اشتغال داشته و در دهه آخر عمرش هم حتی به تشیع هم پشت کرده و علیه اون ردیه نوشته. پدر بزرگش متوفای 1125 مرجع اعلای تشیع قبل از آقای بروجردی، صاحب کتاب وسیلت و نجات پدر بزرگ که تحریر الوسیله آقای خمینی تعلیقه بر این کتاب پدر بزرگ این آقاست. این موسوی، همین موسی موسوی، تحصیلات حوزوی داشته، ملبس به لباس روحانیت بوده، دکترای فلسفه از دانشگاه سوربن گرفته بوده، به مدت 3 سال از 1140 تا 1143 نماینده لنجان در مجلس شورای ملی بوده، فردی جاه طلب بوده که از انتساب به پدر بزرگش نهایت سوء استفاده را کرده، ارتباط بسیار حسنه با مقامات لشکری و کشوری و شخص محمد رضا پهلوی داشته، سالانه حداقل 5 ملاقات عمومی به اتفاق دیگر روحانیون و گاهی ملاقات خصوصی با شخص شاه داشته. او نه تنها کشتار مردم در 15 خرداد 1142 را محکوم نکرد، بلکه کوشید با انداختن تقصیر به گردن اسدالله علم شاه را تبرئه کنه. موسوی حتی بعد از کشتار 15 خرداد تشرف علنی به محضر اعلیحضرت همایونی را ترک نکرد. نمیتوان اون را با تعبیر آقای خمینی روحانی درباری ننامید. فساد اقتصادی آشکار و ناشیانی وی منجر به رد صلاحیتش از سوی دربار رژیم، دربار شاهنشاهی، برای نمایندگی مجلس مجدد مجلس قبل از انقلاب شد. این رد صلاحیت به مسدود شدن کسب و کار اقتصادیش انجامید و در نتیجه موسوی اصفهانی مخالف سیاسی شاه شد. در نخستین روزهای پیروزی انقلاب موسی موسوی با یکی از خیشاوندان خودش سید محمد موسوی بجنوردی، یعنی پدر همسر سید حسن خمینی فعلی، به ایران باز می‌گردد و نامزد ریاست جمهوری و سپس نمایندگی اصفهان در مجلس شورای اسلامی میشه. در هر دو نوبت به دلیل سوء سابقه نمایندگی قبل از انقلاب رد صلاحیت شد. موسی موسوی در اردیبهشت 1359 سرخورده به عراق برمیگرده. وقتی تو ایران به ایجا نمیرسه برمیگرده و به یکی از مخالفان سرسخت آقای خمینی و جمهوری اسلامی بدل میشه و سخنرانی های خودش رو از همون رادیو بغداد این بار علیه آقای خمینی و علیه جمهوری اسلامی از سر میگیره. بعد از مدتی با صدام هم آبش به یک جو نرفت و برای اقامت دائم روانه کالیفرنیای آمریکا شد. در سال 1162 یکی از 400 شرکت کننده کنگره علمای مسلمان به دعوت صدام برای صلح با جمهوری اسلامی بود.
موسی موسوی در زمان اقامتش در آمریکا چندین کتاب به فارسی و عربی علیه انقلاب ایران، همسو با محافظه‌کاران نئوکان از یک سو و علیه تشیع همسو با سلفی‌های وهابی سعودی از سوی دیگر در لس آنجلس منتشر کرد. وی ظاهراً در سال 1175 در کالیفرنیا از دنیا رفته. برنامه‌های ضد رژیم سلطنتی رادیو فارسی بغداد در داخل ایران شنونده‌های فراوانی داشته است. آنقدر که مصطفی خمینی به فکر آن می‌افتد که درس‌های حکومت اسلامی پدرش را از این رادیو به گوش مردم داخل ایران برساند. دعایی تصریح می‌کنه تو کتاب خاطراتش که مأموران امنیتی بخش فارسی رادیو بغداد اجازه پخش این مباحث را در برنامه وی، یعنی برنامه دعایی که اسمش بود نهضت روحانیت در ایران، ندادن. چه به صورت پخش درس با صدای آقای خمینی و چه قرائت متن ویراسه درس‌های چاپ نجف با صدای دعایی. اما مصطفی خمینی مایل بود به هر قیمتی درس‌های پدرش از رادیو بغداد این درس ها پخش بشه، چرا که معتقد بود که این درس ها در ایران باید به گوش قاطبه مردم برسه. علی‌رغم پخش سخنرانی های قم و نجف آقای خمینی با صدای خود ایشون از اون برنامه فارسی رادیو بغداد تو برنامه آقای دایی یا بعداً در برنامه صدای روحانیت مبارز و برنامه دوم آقای دایی، درس های حکومت اسلامی و همون ولایت فقیه هرگز با صدای آقای خمینی از هیچ یک از برنامه‌های فارسی رادیو عراق امکان پخش پیدا نمی‌کنه مطلقاً. با اینکه مصطفی خمینی خیلی سعی کرد که این پخش بشه موفق نشد. مصطفی خمینی دست به دامان دوستش دکتر موسی می‌شود. موسی موسوی به علت روابط بسیار نزدیکش با مقامات بعثی آزاد بود. هر چه می‌خواست بدون ممیزی می‌تونست از رادیو پخش کنه. برخلاف این دعایی که ممیزی رادیو قبل از این که بره پشت بلنگو مطالبش رو میدید و اون چه که لازم به اصطلاح نمیدید خط میزد که اینا رو نباید بگی، ولی این آقا آزاد بود. بنابراین کتابچه های دروس 12 گانه حکومت اسلامی چاپ نجف توسط مصطفی خمینی در اختیار موسی موسوی قرار میگیره و اون به درخواست مصطفی خمینی اونها رو به تدریج از برنامه خودش که برنامه مجزایی از برنامه دعایی در همون 2 ساعت شبانه بخش فارسی رادیو بغداد بوده قرائت میکنه. موسی موسوی اصفهانی بین سالهای 1348 تا 1350 برنامه با عنوان جمهوری خواهان ایران چه میخواهند و چه میگویند در بخش رادیو فارسی رادیو بغداد اجرا میکرده. قرائت دروس حکومت اسلامی از رادیو فارسی بغداد چرخه اصلی پخش و تکثیر این دروس در ایران را به جریان می‌اندازد. از محسن کدیور بشنوید. این درس ها توسط برخی انقلابیون پیرو و آقای خمینی در ایران ضبط می‌شد. یکی از اونها که اسناد ساواک نشون میده و خاطرات رفسنجانی اینها، شهید محمد رضا سعیدی است، مشهور آیت الله سعیدی مشهور در میدان خراسان تهران. سعیدی متن نوارا رو از رادیو ضبط میکرده، پیاده میکرده. متن پیاده شده این نوارها از طریق اکبر هاشمی رفسنجانی در اختیار عبدالمجید معادی خواه قرار میگیره. معادی خواه متن پیاده شده درس ها رو تایپ و پولیکوپی میکنه و بعد یکی از کسانی که در تکثیر و توزیع درس های پولیکوپی شده نقش داشته اسدالله لاجوردی مشهور است. اینا رو خیلی جالبی حلقه چه پیدا شده، تک تکش بر اساس خاطراتشون من رفتم در آوردم، همش اینا رو گفتم. درس های پولیکوپی شده که با این از تو رادیو شروع شده، سعیدی، رفسنجانی، معادی خواه، لاجوردی، با تیراژ چند صد برابر کتابچه و کتاب چاپ نجف در تهران تکثیر و در دیگر شهرها از جمله قم و مشهد توزیع میشد. یکی از شنونده های درس های حکومت اسلامی از بخش فارسی رادیو بغداد در مشهد سید علی خامنه ای بوده است. بر اساس اسناد ساواک، خامنه ای در بازجویی تاریخ 9 مهر 1349ش به ساواک می گوید چند ماه قبل مطالب یکی از نوارهای ایشان را یک شب از برنامه فارسی رادیو عراق شنیدم، ولی از خود نوار مستقیماً چیزی نشنیدم. اجمالاً مقداری قرائت قرآن، مقداری مطالبی که گوینده ادعا می کرد از نوارهای درسهای آیت الله خمینی اتخاذ شده و بیشتر از همه مطالب پیرامون مارکسیسم و سوسیالیسم و غیره. البته بیشتر این مطالب چون با موسیقی و مارش و غیره قطع می شد، این جانب کمتر مطلبی را به طور کامل شنیدم.
بغداد است، صدای جمهوری عراق. اما داستان هاشمی رفسنجانی درباره این برنامه‌های رادیویی جالب تر است. هاشمی تحت تأثیر این برنامه‌ها در اواخر مهر 1350 نامه‌ای برای خمینی می‌نویسد. در بخشی از این نامه آمده است: آخرین سخنرانی آن جناب که از طریق رادیو بغداد و نوارها و نشریه‌ها به اطلاع اکثریت مردم می‌رسد، بسیار بجا و فوق‌العاده مفید و مؤثر بود. اگرچه بعضی روحانی نماها را ناراحت کرده و احیاناً ممکن است عکس‌العمل نشان دهند، ولی مجموعاً حاوی حقایق و واقعیت‌هایی بود که فاش کردن آنها از طریق یک مرجع بزرگ و اتهام ناپذیر برای مبرین نمودن اسلام از آلودگی ها حقا لازم و به طور اصولی خیلی مفید است. خداوند به شما عمر بیشتر و توفیقات عالی در راه نشان دادن راه و روش اسلام صحیح عنایت فرماید. هاشمی این نامه را به آدرس صندوق پستی صادق قدس‌زاده در پاریس می‌فرستد تا از طریق او برای خمینی به نجف ارسال شود. غافل از اینکه صندوق پستی قدس‌زاده زیر نظر ساواک بوده و همین نامه باعث دستگیری رفسنجانی می شود. خود هاشمی در گفتگوی این ماجرا را اینطور تعریف کرده است: نامه من لو رفته بود. از طریق مهندس صحابی و برادران توسلی به قدس‌زاده فرستاده بودند که گویا در صندوق پستی قدس‌زاده که زیر نظر مأمورین ساواک بود لو رفته بود. نمیدانم در فرانسه بود یا تهران، به آنها رسیده بودند. نامه امضا نداشت. ظاهراً خود ساواک حد زده بود که من نوشتم که مرا گرفتند. فکر میکنم 7 ماه در زندان بودم. احتمالاً 1 سال محکوم شده بودم و بعدها تبرئه شدم. آقای اکبر هاشمی؟ بله. شما بازداشت هستی؟ چرا؟ باشه بیاریم. بعدم بهتون میگم. پس اجازه بدید تلفنی به منزل اطلاع بدم که نگران نباشم. بسیار خوب. فقط یک دقیقه. دود باش. حاج آقا سلام علیکم. سلام علیکم. اجازه میدید یه تلفن واجب دارم. بله بفرمایید. الو. صدای صحنه بازداشت هاشمی در سریال معمای شاه را میشنیدید. هاشمی در گفتگوی دیگری توضیحات بیشتری در این باره داده است. گویا نامه را در صندوق پستی آقای قطب‌زاده در خارج از کشور پیدا کرده بودند. معلوم شد سفارت روی صندوق او اشراف داشت. البته امضای من در آن نامه نبود و معلوم نبود چه کسی نامه را نوشته. ولی ساواک از خط و مضامین نامه حد زده بود که نامه کار من میباشد. من هیچگاه نپذیرفتم که نامه را من نوشتم. از آن به بعد مطالب را به طرق دیگری به ایشان می‌رساندیم. در گزارش ساواک که تصویر آن را در حساب اینستاگرام رادیو دست نوشته‌ها می‌توانید ببینید آمده است: محترمانان به عرض می‌رساند، به طوری که استحضار دارند، اخیراً نمایندگی فرانسه موفق شده است که از نامه‌های صادق قطب‌زاده، عضو فعال به اصطلاح ملی سوم که دارای عقاید افراطی مذهبی است، فوتوکپی تهیه و به مرکز ارسال دارد که فوتوکپی این نامه ها حاکی از یک سری فعالیت های زیرزمینی مخرب توسط عوامل جبهه مذکور و افراطیون مذهبی در فرانسه، لبنان و آمریکا است. در این گزارش به مبالغ مالی که توسط افراد مختلف به حساب صادق قدس‌زاده واریز شده هم اشاره شده. مثلا حواله 3000 مارکی مهندس صحابی از طریق دکتر کارگوشا و یک چک 100 پوندی که به حساب قدس‌زاده در بانکی در آخن آلمان غربی واریز شده بوده است. در پایان این گزارش زیر عنوان نظریه نوشته شده است: آنچه از مجموع مدارک که به دست آمده مستفاد می شود، شبکه گسترده ای از اعضای فعال جبهه به اصطلاح ملی سوم و افراد افراطی مذهبی در خارج از کشور تشکیل و در کشورهای آلمان غربی، رستبورگ، آخن، لبنان، بیروت، فرانسه، پاریس، انگلستان و آمریکا فعالیت دارند و چنین به نظر می رسد که صادق قطب‌زاده یا در رأس این شبکه ها قرار دارد و یا آنکه مأمور ارتباط این شبکه ها با کادر رهبری است که هنوز شناخته نشده است. در همین نامه هاشمی به خمینی تذکری هم در مورد رابطه مصطفی خمینی با موسی موسوی می دهد. مطلب مهمی که از مدتی پیش در صدد تذکر آن بودم این است که طبق اطلاعات موثق واسطه آیت الله زاده،
حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مصطفی در پاره‌ای مسائل مهم به آقای سید موسی موسوی اصفهانی اعتماد و همکاری دارند. مطلب قطعی است. این شخص با سوابق خود و قرائن دیگر به هیچ وجه نمیتواند مورد اعتماد باشد. و در ادامه جزئیات برخوردی که با او در آبادان داشته را شرح می‌دهد. محسن کدیور بهره برداری آیت الله خمینی از امکانات رادیو بغداد و افراد معلوم الحالی مثل موسی موسوی را با نوع برخورد او با مخالفانش مقایسه می‌کند. راستی اگر عشری از اعشار میزانی که آقای خمینی از امکانات رژیم بس و امثال موسی موسوی و تیمور بختیار در راه اهداف انقلابیش استفاده کرد، مخالفان و منتقدان ایشون در جمهوری اسلامی نیز از امکانات و اقدامات اشخاص و دولتی که به نظر آقای خمینی دشمن محسوب میشوند استفاده کنند، آیا قابل شماتت و انگ وابستگی و جاسوسی و وطن فروشی هستند؟ آیا آقای خمینی و جمهوری اسلامی با منطق یک بام و دو هوا با خودش و مخالفانش برخورد نکرد و نمی کند؟ به این معنا که برای آقای خمینی و پیروان ایشان هر اقدامی در راه رسیدن به اهداف انقلابی مجاز بوده، اما در مقابل منتقدان و مخالفان در اقدامات مشابه شایسته بیشترین محدودیت ها و تضییقات و اتهامات میشن. درس های حکومت اسلامی آیت الله خمینی در نجف زیربنای ولایت فقیه را ساخت. بد نیست اشاره‌ای داشته باشم به سرنوشت نسخه اصلی این درس ها با صدای خود آیت الله. شنیدید که نوار این درس ها با صدای خمینی هیچ وقت از رادیو بغداد پخش نشد. در دی 1386 رادیو معارف ایران مال جمهوری اسلامی خبر داد که 83 جلسه از درس های خارج آقای خمینی رو تونستن به دست بیارن. این نوارها به دست شخصی جمع‌آوری شده بود که در زمان سلطه بعثی ها بر عراق اون رو در زیرزمین خونش دفن کرده بود و پس از سقوط صدام نوارها رو بیرون آورد. 11 بهمن 86 و همزمان با دهه فجر رادیو معارف مجدداد به اصطلاح که با یک برنامه به نام فقه آفتاب این درس ها رو پخش میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر امین وحی حضرت محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشان و سلام به شما معارف جویان عزیز. از رادیو معارف با برنامه فقه آفتاب سلسله درس‌های خارج فقه بحث ولایت فقیه در خدمت شما ایم. در اردیبهشت 89 مدیر رادیو معارف از پخش مباحث ولایت فقیه آقای خمینی خبر داد که بعد گفت کیفیت فنی مجموعه اصلاح شده و در 13 جلسه پخش میشه. خب 13 جلسه هم نادرسته، البته هیچ وقت 13 جلسه که هیچی، 12 جلسه هم هیچی، 11 جلسه به شکل سانسور شده پخش شد و من تاریخ هر جلسه‌اش رو هم پیدا کردم که کی از رادیو ایران پخش شده و اون بحثش که خب خیلی مهم بوده، اینها اومدن مثلا صلاح نبوده که بعد از 30-40 سال عیناً پخش بشه اونها رو حذف کرد. یکی از مهمترین بخش‌های سانسور شده این درس‌ها همان بحثی است که خمینی درباره به قول خودش آخوندهای درباری دارد و هاشمی رفسنجانی هم در نامه‌اش از همین قسمت خیلی استقبال کرده بود. خمینی بر اساس احادیث و روایات استدلال می‌کند در مورد این جور آخوندها غیبت و حتی تهمت مجاز می‌شود. اول نسخه پخش شده از رادیو معارف را بشنوید. یه امانه سرش گرفته و
امثال زاله یا فصل چهت کلمه هم آمده اینجا راجع از یک خونده و رفته است. این هم که وضعیت اسلام را به هم زدند و میزنند و رکدار میکنند، اینها در این روایت هست که از دینتون به اینها بترسید، بترسید از دینتون، از دین اشخاص اینا دین را از بین میبرند. اینایش که جایز است غیبتشون در یک روایتی در بعضی از سال الان یادم نیست کجاست که تهمت هم به اونها، این تهمتی که از گناهان کبیر است در یه همچین مواردی گاهی وقتا جایز میشه گاهی وقتا واجب میشه، باید خودتون برای امانت مجهز امین بشید. حالا همین قسمت را از نسخه نوارهای اصلی نجف بشنوید. این تهمتی که از گناهان کبیره است در یه همچین مواردی گاهی وقتا جایز میشه گاهی وقتا واجب میشه که این آخوند اگر آبروی داشته باشه ساقط بشه در جمعیت، اگر این ساقط نشد در جمعیت امام زمان را ساقط میکنند، اسلام را ساقط میکنند، اینا باید ساقطش کرد. اینا جوانهای ما باید عمامش را بردارن، من نمیدونم مرزن این جوانهای ما در ایران، اینا عمامه اینا باید بردارن، نمیگم بکشنه، قابل کشتن نیست، عمامش را بردارن توی کوچه ها. چرا مرزن این جوانهای ما؟ ما که بودیم اینجور نبود. امثال اینایی که به اسلام اینجور لطمه ها دارن وارد میکنن، به اسم فقه ها اسلام، به اسم علماء اسلام دارن اینطور مصدرها در جوامع ما ایجاد میکنن، اینها را مردم موظفن، این جوانهای غیور ما موظفن که اینها را کتششون لازم نیست خیلی بزنن. نکه خواه امامه را بردارن نکرن، نه محمد میان توی فرزون اینها را امامه شون را بردارن نکرن دیا، این لباس کریف هست نباید سنه حد داشتی باشه. جالب اینجاست که روح الله و مصطفی خمینی برای انتشار این درس‌ها از موسی موسوی اصفهانی روحانی که تمام مشخصاتی که آیت الله خمینی درباره این به اصطلاح روحانی نماها ذکر می‌کند را داراست استفاده می‌کنند. محسن کدیور تحقیق مفصلی روی این موضوع انجام داده است که در مقاله‌ای تحت عنوان تهمت در حکومت اسلامی منتشر شده است. برای اینکه ببینید در طول 40 و اند سال گذشته نظام جمهوری اسلامی چگونه از این نظریه نسبتاً ساده برای تخریب مخالفانش بهره برداری کرده است، توصیه می کنم مستند بهتان برای حفظ نظام از حسین باستانی را ببینید. این تهمتی که از گناهان کبیره است در یه همچین مواردی گاهی وقتا جایز میشه گاهی وقتا واجب میشه که این آخوند اگر آبروی داشته باشه ساقط بشه در جمعیت. برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است. دوری گفتن هم واجب است، شب هم واجب است. اصلا پوار سوی خب اگر ما یه کاری کردیم که رفته باشی چیم؟ بهت رحم نکردم بدبخت. به دلیل مصرف مواد روانگردان با حالی نامساعد در یکی از خیابان‌های لندن اقدام به کشف لباس کرده و در همین هنگام هم از سوی 3 نفر از اشرار اون منطقه در مقابل چشمان فرزندش مورد تجاوز قرار گرفته. گفتن که آقای شرمداری با کمال بیخیالی و آسودگی وجدان گفت اینا مطرح نیست، وقتی کسی پاش رو کج گذاشت زدن هر تهمتی به او رواست. من بدون اینکه هیچ نسبت مستقیمی با آقای خامنه‌ای بدم، ولی وقتی که میبینیم جلو چشم ایشون مردم رو بدنام کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، نمایندگان شما، با شما هیچ کاری نمی‌کنید، سکوت و دل بر رضا میگیرم. اینها مخالف نظام رو محدور الارض میدانند، این دیگه آبروش احترام ندارد. اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تأیید کردی تو مسلمونی، معتقدی، متدینی، اگر یک کلمه باب ملشو نبود گفتی یا کافری یا مرتدی یا عامل صهیونیسمی یا عامل سیاه هستی یا عامل انترورسه. محسن کدیور معتقد است که اولین ترجمه درس‌های حکومت اسلامی آیت الله خمینی به انگلیسی توسط CIA منتشر شده است. می‌دونید که اولین باری که این کتاب به زبان‌های اروپایی ترجمه شده ترجمه CIA هست، در همون ماه‌های اول پیروزی انقلاب یا در شرف اون، که من نسخه اونم دارم.
که عکس چیز رو، عکس به اصطلاح خمینی داره از یک جای پاره میشه، کاغذ پاره میشه و اسم کتاب هیتلر رو روش گذاشتن، با این جلدی که روش گذاشتن و اسم سوتیتری که درش گذاشتن و فرمان من ایرانی کمچو چیزی. حالا میتونم واسه اصلا اسم عکسش رو برای شما بفرستم، عکس روی جلدش که خودتون ببینید. که تصویر این کتاب رو در اینستاگرام رادیو دستنوشته ها میتوانید ببینید. این مال CIA هست. این اولین زبان انگلیسیه که من دارم. بعد حامد الگار این رو خودش ترجمه میکنه. این خب اون خیلی ترجمه وفاداری است به متن و اینها، ولی من از ترجمه فرانسه حالا کلش یا جزش هیچ اطلاعی ندارم و بعیدم میدونم که شد ترجمه شده باشه. قدساده در یادداشت‌هایش اشاره‌ای کرده است به انتشار نشریه‌ای به عنوان نهضت روحانیت. درباره نشریه‌ای که می‌خواستند منتشر کنند نظر موافقی نداشتم و آن را کار بیهوده‌ای می‌دانستم. و اینکه صدای روحانیت به گوش جهانیان برسد نیز فلان در بازار مسگرها دادن است. اگر قرار است صدای روحانیت به 4 صفحه مطلب خلاصه و در هر 3 ماه منتشر شود، چه بهتر که این صدا در نیاید که سفره ننداخته بوی مشک می‌دهد. نسخه کامل ضرب المثلی که قدساده در یادداشت‌هایش سانسور کرده و به جای یک کلمه اش نقطه چین گذاشته، گوز در بازار مسگرها دادن است، که اشاره به کار بی اهمیت و بی فایده کردن دارد. جالب اینجاست که به گفته موسا موسوی یا همان دکتر موسا، خمینی هم بعد از مدت کوتاهی خودش و اطرافیانش را از انتشار این نشریه جدا می کند. یه روزی مصطفی آمد به بغداد، گفت ما می‌خوام یه مجله صادر کنیم به نام نهضت روحانیت و شما بیا بریم از دولت عراق اجازه بگیریم که این مجله رو ما صادر کنیم. و اطرافیان پدر من در این انتشار این مجله همکاری میکنن. ما رفتیم از وزارت های تابعه و از اون مسئولین شؤون پناهندگان اجازه رو برای خمینی گرفتیم. مجله هم صادر شد. بعد 2 هفته گذشت، دم یه روزی شیخی از کروبی، شیخ حسن کروبی، برادر این مهدی کروبی که الان رئیس اون شده، آمد گفت آقای خمینی شما رو میخواد. رفتم اونجا، گفت که این روزنامه رو که شما آمدید به عنوان نهضت روحانیت اجازه گرفتید، این اسمش رو میخوام عوض کنید. گفتم اسمش چرا عوض کنیم؟ گفت برای اینکه من رهبر روحانیت هستم و این مثل اینکه مجله منه، من نمیخوام مجله داشته باشم. گفتم اولا یه برنامه هست در رادیو بغداد که اونو من خودم برات درست کردم به عنوان نهضت روحانیت و این سیدی است دعایی، هر روز میره اونجا از قبل شما صحبت میکنه. پس اون چی میگه شما؟ گفت اون حواس، حرف تو هواس، اما این نوشته میشه، این نوشته غیر از حرف تو هواس. گفتم که دوم اینه که مصطفی آمد به من صحبت کرد، لابد با شما قبلا صحبت کرده بود. گفت حالا مصطفی به من نگفته بود صحبت کمی کرده، به هر حال اسمش عوض کنید. گفتم حالا من اسمش حاضر نیستم عوض کنم، برای اینکه این رفتیم زحمت کشیدیم مجله اسم در آمده اسمش و دوبار منتشر شده، این عیب اصلا مونگه هی دوباره بیار به دولت بگو که اسمش بخوان عوض کنه. آخه میگه شما بچه هستی؟ گفت نه آقا من رهبر روحانیتم. گفتم نه غیر از شما هم هستن دیگران، شما تنها نیستید، شما بی خود میگه من هستم، غیر رنگش هم البته سیاه شده و فلان از این حرف گرفته شد. گفت به هر صورت که عوض نکنید من میگم که بچه ها رفقای ما همکاری نکنن. گفتم نکنن، دیگران همکاری میکنن. و اما ببینیم رادیو فارسی بغداد چه عاقبتی پیدا کرد. از نصرت الله امینی، فعال سیاسی ملی‌گرا که زمانی ریاست بازرسی نخست وزیری در زمان دکتر محمد مصدق را هم به عهده داشت بشنوید. شاه رفت به الجزایر و با همین صدام آشتی کردن و قرار شد که ایران به کردها کمکی نکنه و از حمایت بارزانی دست برداره و اونها هم محدودیت‌هایی برای آقای خمینی قائل میشن. مهدی خانبابا تهرانی به تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد گفته است که گردانندگان این رادیو بعد از قرارداد الجزایر به لیبی کوچ میکنند. بعدن که روابط ایران و عراق خوب شد و همین دو کولا رو جمع کردن، به تجربه تلخی که ایرانی‌ها و مبارزین ایران باید بدونن،
که در واقع اسمشون رو به درشکه دیگری نبندن، چون اینجوری میشه دیگه. در واقع امتناعی هم که الان یا اعراضی که الان شورای ملی مقاومت داره از ایجاد ایستگاه رادیوی قوی که رو رادیو تهران بره از خارجی بگیره، برای همینه که آقا این تجربه هست جلو. یعنی چی؟ بعدها رفتن لیبی، بعدها رفتن لیبی چون اشرف دهقانی هم آمد بیرون، فراریش دادن و که برای من بود فرانکفورت، و که اونجا هم دستگیر شد و این ماجرای دیگه داره که نه در حوصله این بحث هست الان یا نه. اون هم رفت اونجا با اون محمد حرمتی پور، اینا مشترکاً با این جبهه ملی خاورمیانه، یعنی اون رادیو رو از همونجا اداره میکردن تا روزهای قبل انقلاب، ولی اون رادیوی قابل ملاحظه نبود، نه لازم صداش به نظر من، نه لازم محتوای تبلیغاتی. از خواب غفلت ما را رهانده، از خواب غفلت ما را رهانده، بخیز از جا ملت خالی گردان، همت دنیا شد در غیرت، ایران یک سر غیرت بر شهدا، رحمت الله و اکبر، خمینی رهبر او جان فشانده، از خواب غفلت ما را رهانده، از خواب غفلت ما را رهانده، ایران یک سر وحدت قلب ملت، رهبر راه ملت یک خط پیمان شد بس، لحق الله اکبر، خمینی رهبر او جان فشانده، از خواب غفلت ما را رهانده، از خواب غفلت ما را رهانده، هماهنگ و همدرد می جنگیم ما، هر خط شهادت یا یک حرف محکم سازیم، این عرض الله اکبر، سرودی که شنیدید مربوط به اجرای یک گروه کر دانش آموزی در اوایل انقلاب بود که متاسفانه اطلاعات دقیق تری از شاعر و آهنگساز آن به دست نیاوردم. اگر شما اطلاعاتی دارید لطفاً با من در میان بگذارید. از نازنین کاظمی، نیما تادی، علی رضایی‌فر و صادق که در این اپیزود به عنوان گوینده با رادیو دست‌نوشته ها همکاری داشتند تشکر میکنم. در اپیزود قبل در نقل یادداشت های صادق قطب‌زاده کلمه حیز انتفاع به اشتباه حیز انتفاع تلفظ شده بود که بسیاری از شنوندگان آن را به روش های مختلف تذکر دادند. از همه شما ممنونم بابت دقت نظرتان. متوجه اشتباه شده بودم، اما چون متاسفانه فرصت ضبط مجدد وجود نداشت تصمیم گرفتم آن را به همان صورت منتشر کنم، اما همچنان از اینکه اشتباهات این پادکست را به من اطلاع دهید ممنون خواهم شد. من تلاش کردم با محمود دعایی که اخیراً فوت کرد تماس بگیرم که متاسفانه موفق نشدم. وقتی با صادق طباطبایی صحبت می‌کردم از او خواهش کردم که کمک کند که با روی باز هم قبول کرد. یه شخص دیگه‌ای که من خیلی مایلم باهاش صحبت کنم و راه ارتباطی باهاش ندارم آقای محمود دعایی، روزنامه اطلاعات هست. شما فکر ایشون حاضر میشه با یه نفر که خارج از ایران صحبت کنه؟ بستگی می‌داره که من بهش بگم. قطعا اگه اینطور باشه بله، اگه مطمئنم، ولی آیا شما حاضرید که این لطفو در حق من بکنید؟ بله من میگم من دلیلی نمی‌بینم که نکنم این کارو. منتها چی می‌خواید ازش بپرسید؟ اطلاعاتی نداره. من می‌خوام خاطراتش رو از آخه یکی دو تا من نوشته که ازشون خوندم اشاره‌هایی می‌کنه به خاطراتی از زمانی که قطب‌زاده در نجف بود می‌رفته و ایشون هم نجف بوده. بله. حالا من نمیدونم که آیا در تلفن بهتون چیزی زیاد بگه یا نه، و چیزی زیاد به درد بخوری داشته باشه که مثلا بر شما فکت مهمی باشه. فکر نمی کنم. نمیدونم پرسید و قبول نکرد یا هیچ وقت نپرسید. از طریق حساب اینستاگرام رادیو دست‌نوشته‌ها، یعنی radio.dastnevishteha، با این پادکست تماس بگیرید. روی اینستاگرام پیغام صوتی کوتاهی بگذارید و بگویید پادکست ها را چگونه گوش میکنید. در حین کار، در حین ورزش، در تاکسی و مترو و اتوبوس یا در حین انجام کارهای خانه.
این نظرات با صدای خود شما در اپیزودهای بعدی منتشر خواهد شد. تا اپیزود بعدی. پادکست های رادیو دست‌نوشته ها را می توانید در همه اپلیکیشن های استاندارد پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، اسپاتیفای و همینطور ساوند کلاود و تلگرام دنبال کنید. در تلگرام با @رادیو دست‌نوشته ها به انگلیسی و در اپلیکیشن های پادکست با جستجوی رادیو دست‌نوشته ها به فارسی و یا عزیمایی به انگلیسی به راحتی این پادکست ها را پیدا خواهید کرد. اگر خارج از ایران زندگی می کنید و مایلید با حمایت مالی از رادیو دست‌نوشته ها به استقلال و بقای این پادکست کمک کنید، سری به سایت gofundme.com/دست‌نوشته ها بزنید که در آن می توانید از جزئیات کمک های دریافت شده و نظرات حمایت کنندگان هم با خبر شوید. می توانید در توییتر با @دست‌نوشته ها اخبار این پادکست را دنبال کنید و سوال ها و موضوع های پیشنهادی تان را با من در میان بگذارید. برای دیدن عکس ها و ویدیوهای مربوط به هر اپیزود هم اینستاگرام رادیو دست‌نوشته ها را دنبال کنید. آدرس وبسایت رادیو دست‌نوشته ها که همه این اطلاعات را یک جا در اختیار شما می گذارد radio.dastnevesteha.com است.